میخوایم با هم دیگه یه صورت جلسه اصولی تغییرات بنویسیم و بهتون بگم که یه صورت جلسه تغییرات توی متنش چه چیزهایی باید رایت بشه تا کارشناس بپذیره با من تو این ویدیو همراه باشید سلام بچه حالتون چطوره امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید من شاهین محمدی ام و امروز اومدم بهتون بگم که چطوری یه صورت جلسه تغییرات اصولی بنویسید که وقتی میفرستیدش ثبت شرکت ها کارشناس برش نگردونه صورت جلسه تغییرات یه سری اصول و قواعد داره که شما باید اونو کامل توی ورد اول تنظیمش کنید بعد ببرید توی اون قسمتی که توی سایت آی آر شرکت هستش واردش بکنید و در آخر روی سرورگتون بزنید مهر امضا کنید و ارسالش کنید با پست به اداره ثبت شرکت ها ما میخوایم با همدیگه قسمت وسط این ماجرا که قرار شما توی ورد بنویسید و این صورت جلسه اصولی باشه که کارشناس ثبت شرکت ها برش نگردونه رو امروز بهتون یاد بدیم که دیگه صورت جلساتون هاتون برگشت نخوره اما قبلش میخوام ازتون خواهش کنم اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید چنل رو سابسکرایب کنید اگر دوستاتون هم این مشکل دارن حتما براشون بفرستید و ویدیوهای دیگه چنل منو ببینید ممکنه که به دردتون بخوره و خیلی از مشکلاتی که دارید حل بشه بریم با همدیگه رو اسکرین و ببینیم چطوری جلسه اصولی میخوایم امروز نکاتی که تو صورت جلسه نوشتن مهمه رو بهتون بگیم الان من یه صورت جلسه ای دارم که توی ویدیوهای قبلی هم براتون توی کپشن گذاشته بودم و تو دسترس شما هم هست و از روی این صورت جلسه نکات مهمی که باید توی صورت جلسه ها رایت بکنید رو میخوام بهتون توضیح بدم اول از همه سرتیتر صورت جلسه هستش قبل از اینکه بخوام شروع کنم صورت جلسه و نکاتشو بهتون بگم اینو بهتون بگم بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که شما یه ورد باز کنید صورت جلسه تون رو تنظیم بکنید بعد وارد سایت آیار شرکت بشید و اطلاعات آیار شرکت رو پر بکنید و این متن این صورت جلسه رو کپی کنید اونجا پس اول توی ورد صورت جلسه رو تنظیم کنید بعد توی سامانه آیار شرکت اولین و مهمترین نکته ای که باید بهتون بگم اینه که عنوان صورت جلسه رو باید بالای صفحه بنویسید مثلا من اینجا نوشتم صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حالا این میتونه مثلا هر کدوم دیگه عنوان صورت جلسه باشه اون عنوان که توی صفحه اول سامانه آی آر شرکت هست همشون میتونه عنوان صورت جلسه باشه صورت جلسه هیئت مدیره صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و, و و و و, هر کدوم اون تیزهایی که توی اون گزینه آی آر شرکت هستش بعد از اینکه عنوان صورت جلسه رو نوشتین نام شرکت، شماره ثبت، سرمایه ثبت شده. این سه تا چیز، سه تا چیز پیش فرض هستش. توی همه صورت جلسه ها باید این سه تا چیز قید بشه. پس چی شد؟ شما بعد از اینکه رو نوشتین، اسم شرکت، شماره ثبت و سرمایه ثبت شده را می‌نویسید. بعد دوباره از عنوان صورت جلسه شروع می‌کنید. جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فلان با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره فلان، شماره ثبت شرکت و به شناسه ملی فلان. شناسه ملی اینجا بنویسید در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در مورخی فلان خب ببین اینجا دوباره برمیگردیم به صفحه اول آیار شرکت میگه توی چه مورخی این صورت جلسه تنظیم شده تاریخ اون روز صورت جلسه تو. و ساعتش یعنی مثلا 8 صبح 9 صبح 10 صبح هر ساعتی که صورت جلسه رو تنظیم کردین با حضور کلیه اعضا و شرکا این میتونه با حضور اکثر شرکا هم باشه اینو دقت کنید اکثر شرکا وقتی میتونه باشه که مثلا از سه نفری که و هیئت مدیره شرکت و مدیران شرکت هستند شما میخواید با دو نفر جلسه تشکیل بدید ولی اون دو نفر حداقل 50 درصد سهام شرکت و 80 درصد سهم مشترکه شرکت رو داشته باشند تا بتونن تصمیمات اساسی بگیرن این هم راجع حضور اکثر شرکا توی پاراگراف اول هستش یعنی اگر شما میخواید بزنید حضور اکثر شرکا حداقل 50 درصد سهام و 80 درصد سهم مشترکه رو باید داشته باشند اون اشخاصی که میخوان تصمیم گیری بکنن در غیر این صورت باید حضور کلیه شرکا توی صورت جلسه باشه در محل قانونی شرکت تشکیل و در خصوص مثلا دوباره تصمیم جلسه رو اینجا بنویسید مثلا این صورت جلسه رو ما برای حق امضا تعیین حق امضا داریم تنظیم می‌کنیم چون می‌گیم در خصوص تعیین حق امضا یا مثلا در خصوص تغییر محل قانونی فعالیت شرکت یا مثلا در خصوص افزایش سرمایه یا مثلا در خصوص تغییر مدیر آمل. هر تصمیمی که داره این صورت جلسه باید اینجا قید بشه پس یکی از قسمت‌های کلیدی صورت جلسه تصمیم جلسه هستش که اینجا باید قید بکنید به شرح زیل به اتفاق آرا کلیه اعضا و شرکا اتخاذ تصمیم شد خب اینجا ما این مدام یه جدولی طراحی کردم اینو دیگه بستگی داره به سلیقه شما شما میتونید مثل من اینجا جدول تهیه کنید و توی این جدول ردیف داشته باشید اعضا اسم اعضا رو نوشته باشید و سمتشون و سهم و شرکتشون اینا چیزاییه که دیگه خب سلیقه شما میتونید جدول هم نداشته باشید اینا رو همینجوری توی ورد به صورت تیتوار بنویسید ولی خب جدول باشه خب مرتب‌تر و تمیزتر و درست‌تره اعضا و شرکا کلیه شرکا اینجا می‌نویسید سمتشون رو می نویسید و میزان سهم مشارکشون. توی بند بعدی یه چیزی داریم به اسم اقرارنامه همه مدیران شرکت ها باید عدم سوء پیشینه داشته باشن و یه سری قوانین هستش که توی قانون اساسی وجود داره که اینجا نوشته ماده های قانونشو اون ممنوعیت ها رو هم اعضای هیئت مدیره نباید داشته باشن پس اینجا شما میایین یه همچین جمله می نویسین که اعضای هیئت مدیره ما و مدیر ما نه سوء پیشینه کیفری دارن و نه ممنوعیت هایی که دو قانون اساسی قید شده این جمله باز دیفالت توی همه صورت جلسه ها باید قید بکنید چون توی خود روال آگهی تغییرات هم از شما میپرسه که اقرارنامه عدم داره یا نه ممنوعیت قانون اساسی داره یا نه که باز اگر توی ویدیوهای حق امضا نگاه بکنید من اونجا قشنگ توضیح دادم که تو کدوم قسمت این اقرارنامه رو از شما میخواد تو قسمت بعدی تصمیم جلسه رو میایم شهر میدیم عنوانش رو مینویسیم همونطور که اینجا مثلا در خصوص نوشته بودیم تعیین دارندگان حق امضا اینجا عنوان رو نوشتیم و اومدیم گفتیم آقا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و فلان این جمله حق امضا هم یه چیز مشخصه تو خود سایت آیار شرکت باز قید شده تو اینترنت هم سرچ کنید میاره و این فایل که من براتون شیر میکنم تو کانال تلگرام لینکش هم براتون توی کپشن این ویدیو میذارم این یه جمله مشخص و دیفالته که دارندگان حق امضا رو مشخص میکنه و این منفردان و متفقان هم که میدونید اگر شما این سمت هایی که نوشتید میخواید فقط یکیشون امضاشون باشه کار را بیفته مینویسید بی منفردن اگر میخواین هم مدیرعامل و هم رئیس هیئت مدیره مثلا هر دو با هم دیگه امضاشون زیر همه برگه ها و همه داستان های شرکت باشه می سین متفقا مور شرکت هم که همیشه باید باشه این جمله هم پس قید میکنید حتما برای صورت جلسه های حق امضا اما خب مثلا تصمیم صورت جلستون اگر تغییر آدرس باشه اینجا متنش فرق میکنه مثلا می سین آقا طبق تصمیم اعضای هیئت مدیره مکان قانونی شرکت به آدرس فلان به کد پستی فلان منتقل شد این میشه متن صورت جلسه تغییر آدرس که باز من برای تغییر آدرس هم ویدیو ضبط کردم میتونید برید ویدیو های تغییر آدرس رو ببینید و صورت جلسه تغییر آدرس هم اونجا توضیحش رو دادم هر تصمیم که برای اون دارین صورت جلسه می توی این قسمت بعد از اینکه شرکا رو معرفی کردید و اقرار نامه گذاشتین تصمیم جلسه رو بنویسید بلا فاصله بعدش امضا و سر انگشت تمام اعضای حاضر در جلسه این پایین توی این کادرا باز این کادرا ای اگر دوست داشتین به این شکلی که من گذاشتم بذارید و تمام اعضا و مدیران شرکت بیان امضاشون رو انجام بدن و اثر انگشتشون رو بزنن و این کادر که مخصوص مهر شرکته اما یه چیز دیگه که تو همه صورت جلسه ها بهتره که قید بشه امضا کننده دفاتر حالا یه ویدیوی حق امضام توضیح دادم قبلا اینطوری بود که شما توی صورت جلسه یه نفر رو معرفی می‌کردید اون یه نفر به وکالت است کل شرکت به نمایندگی از کل شرکت ها میشد میرفت اداره ثبت شرکت ها و اونجا امضا میکرد دفاتر رو و آگهی تغییرات رو تحویل میگرفت و میومد از اینا هم پرداخت میکرد اما الان دیگه این شکلی نیست نفری که شما توی سایت های شرکت معرفی میکنید از طریق سامانه ثبت من باید امضای الکترونیکی انجام بده به وسیله توکن که حتما برای اونام ویدیو دارم ضبط میکنم براتون میذارم که به چه شکله باید بره امضای الکترونیکی انجام بده و آگهی تغییرات رو تایید کنه و به ثبت ولی بازم بهتره توی صورت جلسهتون شما اون نفر رو به وضوح معرفی بکنید به اداره ثبت شرکت ها به این صورت با این جمله به مثلا آقا یا خانم فلان با شماره ملی فلان احدی از اعضا اینم باید بتون بگم که وقتی کسی داریم معرفی میکنید اگر وکیل نیست و وکالت نداره باید یکی از اعضای شرکت یا مدیران شرکت باشه احدی از اعضای شرکت با حق توکیل اینم باز جمله کلیدیه اگه حق توکیل میدید اون نفر میتونه بده این کار رو وکیلش انجام بده اگه حق توکیل ندید فقط و فقط خودش باید این کار رو انجام بده وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها به ثبت صورت جلسه پرداخت حق و ثبت و امضای زیل دفاتر اقدام نماید با این جمله شما اون نفری که این آگهی ای تغییرات رو ثبت میکنه و هزینه هاشو میپردازه و امضاها رو میکنه رو به اداره ثبت شرکت ها معرفی میکنید باز دوباره امضا و اثر انگشت تمام اعضایی که حاضر در جلسه بودند به علاوه مهر شرکت زیر این جمله هم باید قید بشه اینی که ما توضیح دادیم و اومدیم براتون گفتیم میشه یه صورت جلسه اصولی من این صورت جلسه رو بارها و بارها ثبت کردم هیچ وقت هم برگشت نخورده مشکلی هم براش پیش نیومده امیدوارم که شما هم استفاده کنید و لذتشو ببرید اگر سوالی هم داشتید حتما تو کامنت ها از من بپرسید تا جایی که بتونم و بلد باشم بهتون جواب میدم شاد و سلامت خب اینم مشخصات یه صورت جلسه اصولی تغییرات امیدوارم که یاد گرفته باشید و دیگه صورت هاتون بر نگرده از اداره ثبت شرکت ها قبل از اینکه خداحافظی بکنم بازم میخوام ازتون خواهش کنم اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید کانال رو سابسکرایب کنید و اگه دوستاتون این ویدیو رو لازم داشتن حتما براشون بفرستید تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدارتون